سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم اینجا کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. قرار با هم یک رپ حواشی داشته باشیم راجع به حواشی دیروز. اما قبل از هر چیزی اگه تازه با کانال آشنا شدید یا تیم باشه حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حالا کنید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید. البته دلیل منطقی. خسرو این پشت داره که با پلاستیک بازی میکنه. اگه صداش میاد من عذرخواهی میکنم. نکته بعد این که کامنت انگلیسی فراموش نشه که اون پایین بذارید. دمتون گرم. میریم که با هم بدون حرف اضافه دیگه ای این ویدیو رو داشته باشیم. خب همونطور که میدونید دیروز یک موزیک ویدیو جدید از پوریا پوتک منتشر شد و ساعتی بعد از این یک سری وایس ما داشتیم از سام ویلسون که داشت مثل همیشه به دریل گیر میداد و خیلی ها این تیکاشو به پوتک برداشت کردن. وایسی که سام ویلسون گذاشته رو با هم میشنویم. یعنی صاف کردین با دریلا، دیوونمون کردین دیگه. هر چی دیگه، هر چی از نسل یک تا نسل 11 همینجوری. من خودم یهو حالا میخوام نم ما حتی همون با اون حالت دریل اوف آقا ولکن بابا. اصلا من خودم خوندم رو بیت دریل، ولی لازم نیست حالا من خودم شبیه اینا کنم که چقدر شما چیزی هستن. بابا چیه؟ من یالا هر کی یه دونه، یکی یه ماسک زدن، یکی یه دونه روبنده بستن، این حالتای زنای عرب، یکی یه دونه میترسن اگه دماغ و دهنشون دیده بشه براشون مسئله پیش بیاد فکر کنن. ولی چرا ماسک زدن هستن کلا؟ یا اینکه مثلا مد الان خیلی کثافت کاری خیلی آقا ببین این بیت های جدید این شکلی، ولی لازم نیست همتون ادای همدیگه رو در بیارید. بابا اه چقدر واقعا یعنی بی جنبه و خیلی زمان ما کلکل تو رپ بود. مثلا یکی میخوند میگفت من رپم از تو قوی تره. الان این دریلیا یارو میخونه میگه که کل برنامه زینه که من وقتی میخونم تو تازه میفهمی چیزی که تو میخوندی شبیه مداد نوکی بود نسبت به خودکار، یه همچین چیزی. یعنی یارو کلا میگه که من یه برنامز دیگه یه دارم ادارز میکنم. خودت میگه استاد تو مداد رنگی و من خودکار. آه یعنی آه دیدی تو صورتی و من پرکار، من اجاقم اصلا، تو طرح شومینه و من شفاژ. یعنی برنامه اینه. میگه اگه تو لیفی که من سنگ پا هم. یعنی لیفو که صد هیچ زدم، چون من اصلا یه برنامه دیدم. اگرم قیفی که من لیوان بستنی هم اصلا، این هم از اون. یعنی کلا من تو این حالت از تو قوی ترم. لیف متوازی با سنگ پا، قیف باز متوازی با چیز لیوان بستنی کیف. آره دیگه تقریبا میگه اگرم کیفی که من چمدونم دیگه. یعنی هر جوری تو بخوای بیای دنبال من باختی، هیچ راهی نداری. تقریبا کل بحث دریل اینه. یعنی از هر دری بخوای بیای تو، من جلو اون در یه دربون گذاشتم. از وایس های سام ویلسون که بگذریم میرسیم به استوری ریبار. اولین استوری که گذاشت به این شکل بود. همونطور که میبینید داره مقایسه میکنه کیفیت موزیک ویدیوها رو با کیفیت MP3 که خیلی ها هم اینو برداشت کردن به پوتک، گفتن شاید تیکه به پوتک هست و این حرفا. اما بعد از اون امیر ریبار اومد یه استوری گذاشت به این شکل و نوشت نمیدونم چرا من تا یه حرف میزنم همه ترش میکنن. بالاخره مخاطب میخواد اون شاهکار تو هدست یا ماشین یا مهمونی گوش بده یا نه. حالا خلاصه از ما گفتن بود. در ضمن این که من کلن با نسل خودم کار دارم، اشتباه نزنید. خب اینجوری اشاره کرد که حرفی که داره میزنه تیکهی به پوریا پوتک نیست. اما از این داستان که بگذاریم، پروفکی هم یک توییت گذاشت در رابطه با به هر حال پیشرفتی که پوتک داشته به این شکل. تغییرات پوتک از 5 سال پیش تا حالا، اهمیت تهیه کننده، پرودوسر و تیم تولید و تاثیرش رو کاملا مشخص کرد. همه آرتیست‌ها هم همینه. شما با عوض کردن آدمای دورت و تیم تولیدت میتونی پیشرفت کنی و برعکسش. با انتخاب‌های اشتباه هم میتونی کاملا محو شی مثل خیلی‌ها. یه موضوع دیگه هست که جا داره بهش اشاره کنیم، اینه که همونطور که میدونید امروز موزیک پوریا پوتک که اسمش شاخه مارکت کیه باشه توی ساندکلاد و اسپاتیفای منتشر شده. به گفته خودش ورژن اصلی و توی اون که توی ویدیو بوده یه سوتی داده. حالا این سوتی چیه؟ وقتی ما این ورژن رو گوش میدیم میبینیم که پوریا پوتک به جای 6 کا تکس میگه 200 کا تکس و این داستان عوض شده. حالا من نمیدونم چرا این کلمه رو عوض کرده، چون 6 کا تکس خیلی رایمش باحال‌تر بود. چون مصرع قبلی هم ما میبینیم میگه 6 تا نسل و حالا این 200 کا شد و این داستان عوض شده. با میکس مستر دیگه داریم این کارو گوش میدیم. خب اینم این داستان. یه داستان دیگه هم که داریم، همونطور که دیدید رپ حواشی قبلی امیر اپیکور یه سری وایس گذاشت، یه سری حرفا رو زد راجب کوروش وانتونز که اگه ندیدید میتونید برید نگاه کنید. در جواب به وایس هایی که امیر اپیکور داشت، کوروش هم یک سری جواب داد که زود هم پاک کرد. اونها رو با هم میشنویم. برعکس چطوری؟ 7 روز مونده تا آلبوم. خیلی دارم سعی میکنم که خودم درگیر حاشیه نکنم قبل آلبوم. حالا بگن داره آلبوم میده فلان این کس چرا، ولی یه هفتش تا وایس اومد گفتم منم اینجا یه جواب کوچیکی بدم.
ببین امیر پیچونه چاغال، واسه من کاری نداره شستم بزنم اون مایک اینجا شیلنگ انو باز کنم تو کلا 5 ثانیه راجع به صحبت کردم 8 تا وایس 3 دقیقه چونت داش باره میشد، انقدر هرس نخور و شیرت خوش میشه گو میخورین اسم ما رو میارین تو آهنگتون، وگرنه رقابتی من با شما ندارم، شما رو مثلا کشیدم هم حساب نمیکنم، ولی وقتی اسم ما رو میارین تو آهنگتون انتظارش داشته باش منم بشینم 4 جای کسی بگم اینجوری چونت جر بخوره جر واجر شی. چی گفتم به چی راست حقیقت گفتم آقا این خز دوزاریه سیسش به رپ فارسی نمیخوره با انگشتره عقل کلا نمدی. او من اومدم اصالت ایرانی رو حفظ کنم، چینم تو اون کتابایی که تو میخونی اصالت ایرانی با انگشتر عقل میخوای حفظ کنی، انگشتر عقل پیامبر اسلام مینداخت کس خود اصالت عربستان رو داری حفظ میکنی تو بیشتر، زیاد زرزره نمیدونم کتاب و درس و نمیدونم مسائل سیاسی هم نکن بابا، چونی همون تکون بده و ترلامپو بده تو نمیدونم بابا کرمتو بده، چونی به من میگی دغدغت اینه موزیکت هیچشه کسکش خان، تو انقدر علمشو نداری که مجبوری بری 6 و 8 رو غری بخونی واسه اینکه هیچشه، تو دیگه گوه اینو نخور که کی دغدغش موزیکش هیچشه، گوه کتابو نمیدونم سیاست و اینو هم نخور با اون سیس کیری دوزاریت، بعدم یه کوسی بگو به کیلمون خوش بگذره بابا چاقال 8 سال اینا میخواستم با ما رقابت کنم، اصلا کیلمم تو حساب میکنم، رفتی ویدیو درست کردی کلش تصویرای منو انداختی تو تلویزیون کیلمو رو کردی نردبون که بعدم تهش کیل دو عالم شدی، همه رو از دوارچه برداشتم شطرنجی کردم نتونستی به هدفت برسی، درسته چون بالاخره یه برشایی داره داداشت دیگه، بعد اومدی اسم رو آوردی تو آهنگت بعد ما میخواستیم با شما ما اصلا کیلمون حساب نمیکردیم، رفتی فیس منو انداختی تو تلویزیون نمیدونم موزیک ویدیو درست کردی همون شب دیست تو دادم کیل دو عالمت کردم تموم شد پرونده تو بستم رفت، تو اومدی چی گفتی من اومدم چی گفتم همه همون بیفون رو دیدن، اصلا کیلم تو اون بیف کیلی که من با تو طلبه دارم آخه واقعا شبی طلبه های قومی تو چاغال، تو اصلا به رپ فارسی نمیخوری هیچ جوره، راجع به یوتیوب هم که اصلا گو نخور چون تو فقط تو رادیو جواب میتونی زرزر کنی تو بقیه پلتفرم ها هیچ عینی نیستی پلتفرم ها اینترنشنال، ولی یه مسئله ای ببین یکی دو بار قبلا هم راجع به این قضیه صحبت کردی، ببین یه بار دیگه اسم دوست دختر من نمیدونم کاپل فلان اصلا ربطش بدی قضیه رو به دوست دختر اینا فلان اینا ناموس تو یکی میکنم من بیاد بکن این اختار دارم اینجا آخرین بار بهت میگم، اسم ننت هم درآوردم فهمیدی، یه کاری میکنم تو محله های تهران رد میشی هم اسم ننت رو بلند بالا سر داد بزنن فهمیدی یا نه، پس دیگه قضیه رو سمت دوست دختر میام با کاپل اصلا لفظشو نیا چون ناموسیش کنی اصلا آجی برمیگردم به اون کوروش کله شق 22 ساله دیگه همتون رو یکی میکنم اول تا آخر زنده تا مرده، پس این قضیه رو کلا ازش بکش بیرون که به اونجا نکشیم دیگه، دیگه هم آجی تو آهنگا کس نگو راجع به ما هم کاری باهات نداریم، ولی نه بخوای بشینی برام ما طولا تو آهنگ کس بگن اینا ما هم که میدونی دستمون باز بیمون هم زیاد هم میبینن یو یکی رد میکنیم نصف رپ فارسی بخنده درسته، پس نپلک دورو برای من اسم بنتونز هم از دهن نجست بکش بیرون، البته آب دریا و دهن سگ نجس نمیشه ولی کلا حال نمیکنم که اسم بنتونز رو بیاره، همینجوری بهش کیفنی میزنم مثل تو دیگه، هم صحبت خاصی نمیمونه راجع به این قضیه، همون برو بشین کتابتو بخون راجع به مسائل سیاسی یکم تحقیق کن تو رو چه به رپ فارسی آخه طلبه این وایسارم همین امروز همه رو دیلیت میکنم، حالا پس فردا برو نمیگم میخواد آلبوم بده داره حاشیه میکنه این کس چرا گذاشتم فقط برسه دست اون که باید، شاعر میگه که هستی طلبه بیا قمقمه چی میگفتی میشه یه چیزی جا موند، انقدر هر جا کم میاری میری ته چا اسم حسینو نیار، 10 سال با اسم این آدم بیزینس کردی و تو ترک تکون بده و ترلامپو نمیدونم بابا کرمو واسه اینکه یاد و خاطره حسینو زنده کنی دادی بیرون، یعنی هدفت این بوده که با ترک بابا کرمو تکون بده یاد رفیقتو زنده کنی، آجی خنده داری جوک داری میگی دیگه، ببین تو پیجتون یه ذره میخوابه اینستاگرام فلان اینا یه پست حسین میذاری تا هر چی میشه یه چی حسین میذاری بس دیگه بابا، سوء استفاده چقدر میکنی از این نفر که اصلا دستش از این دنیا کوتاهه، مگه خواهرش نذاشته بود که پول دندوناتم از بابای حسین گرفتی استودیوشون رو برزدی پولش رو خوردی، تو آهنگ داری برای داداشت آهنگ خوندی برای رفیقت که مرده پول گرفتی از اسپانسر فروختی اون آهنگو فقط چون حالا یه حاشیه‌ای پشتش داشت، تو مرگ رفیقت تو یه بیزنس دیدی درسته درسته، پس دیگه راجع به حسین و یاد و خاطرش هم صحبت نکن خدا رو خوش نمیاد، من که میدونم داستانی که هر کی ندونه وایسای کوروش با هم شنیدیم، همونطور که میدونید این اختلاف ها دوباره از اونجایی شکل گرفت که تو آهنگ ووچه نایس تنسی تیکه رو انداخته بود و اسم وانتونز رو مسخره کرده بود، بعد از وایس هایی هم که کوروش گذاشت خود تنسی واکنش نشون داد به این شکل نوشت مرد زنده اسم تو من تو آهنگ آوردم میخوای اما بخوری باید قبول کنی باید به این باور برسی که اونی خب هشتگ ونکون خلاصه از این بگذاریم یه استوری دیگه زد و نوشت من تو موزیک گفتم ونکون خدا رو شکر به اصالتت پی بردی خدا رو شکر فهمیدی که تیمت کونه خدا رو شکر تونستم یکی رو به اصلش برسونم الحمدلله، اما این تنها واکنش نبود به صحبت‌های کوروش و خود اپیکور هم توی کانال تلگرامش واکنش نشون داد و گفت حالا تخم مرغ تو بشکون انقدر هرس نخور سری بعدم خواستی تهدید کنی حداقل استانبول نباشی برات بهتره، خب همونطور که میدونید بیف اپیکور و وانتونز خیلی وقت داره کش میاد، به نظر شما حق تو این درگیری با کیه و شما طرفدار کدومشون هستین؟ زیر تونه بانکی توی کانال تلگرامش یه وایس گذاشت برای بین المللی کردن یا جهانی کردن رپ فارسی که به نظر من حرفاش خیلی به حق و درست بود، وایس شما هم میشنویم. به نظر من رپرهای فارسیمون اگه واقعا میخوان رپ فارسی جهانی کنن باید اجرا توی برنامه‌های معروف داشته باشن، چرا نه بخاطر اینکه خودم این کارو کردم
به خاطر اینکه با آرتیست معروف فیت بدی، حالا چه توافقی چه پولی چه هرچی، در نگاه طرفدارای اون آرتیست ایرانی رپ فارس جهانی شده، اما طرفدارای خارجی میگن که خب این مثلا با یه آرتیست از کشور دیگه فیت داده و خیلی هم اینگیجمنتش با توی مارکت انگلیسی اونجوری نخواهد بود. ببین چی میگم، حالا اینگیجمنت صرفا پلی نمیشه، موندگاری و تو دهن افتادن اون ترک. اما وقتی توی برنامه خیلی معروف خارجی، مثلا تیم وست وود، میدونی چی میگم، اینجور برنامه‌ها اگه بری اجرا کنی میگن خب رپ فارسی این صدا رو میده، زبان فارسی این صدا رو میده. واسه همینه که 4 تا دیگه برنامه مثل این تورا جنگ شد. خب یه داستان عجیبی هم که داشتیم، یه سری استوری گذاشته بود جودیت که من متوجه نشدم کامل با کیه، اما این سری استوری رو با هم میخونیم. همونطور که میبینید جودیت نوشته مارکت یه مش مریض، همه انرژیمون رو گرفتین، نسل 1 و 4 هم نداره، از دم فیک، از دم ریدین، به من فقط بگین دقیقاً به چه قیمتی، چند، هم آرتیست، هم رسانه، هم مخاطب. هر هیت یه سال آخر مارکت یا بیت دوزی بوده یا فلو اسکی بوده، من نمیگم، برید خودتون تحقیق کنین. همه بقیه آهنگا هم همون فلو رو گرفتن و دارن میرن، رسانه ها خوشحال، آرتیست هایی که پول گرفتن فیت دادن خوشحال، آرتیست هایی که پول دادن اسم در کردن خوشحال. فقط دهن جیب بابا سرویسه، دهن یه مش آرتیست که کپی نکردن سرویسه، دهن آرتیستی که موقعیت ویدیو با چین و ماشین قرضی رو نداشتن سرویسه. خلاصه که دهن ما آدم واقعی ها سرویسه. ولی فکر نکن حواستون به کارما باشه. الانم بعد از کلی چوبلا چرخ همه کردن، طرف میاد یوتیوب ویدیو میذاره میگه ما نباید بچه های جدید رو بکوبیم یا ازشون استفاده کنیم. با این حساب فکر کنم منو پیر میبینید، آفتاب زیر ابرا نمیمونه بچه های عزیز، یه روزی ما هم یوتیوب ویدیو شاید بذاریم. خیلی ساکت موندم، خیلی احساس امنیت میکنی گوگل، هنوز وایس های تهدید هاتون تو گوشیم سیوه. خب این استوری هایی بود که جودیت گذاشت، من دقیق مطمئن نیستم با کیه و نمیخوام حدسی بزنم. حالا باید ببینیم در ادامه منتشر میکنه چیزی یا نه و ما رو قشنگ روشن میکنه که داستان چی بوده یا خیر. خلاصه این بود از رپ هاوشی این چند روز، که نه رپ هاوشی دیروز، امیدوارم که لذت برده باشی. یه نکته هست که میخوام اینجا بهش اشاره کنم، توی تامنیل یه نکته خیلی ریز بهش اشاره شده، اگه کسی بتونه اونو حدس بزنه یه برنامه حالا واسش داریم، بعدن اشاره میکنیم. و اینکه قوره کشی کامنت های اون ویدیو سایکون نخندی هم یه کوچولو ما تنبلی کردیم انجام ندادیم، که اونم تو همین یکی دو روزه انجام میشه و برنده ها رو اعلام میکنیم. خلاصه دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بوم باشه. تا ویدیو بعدی، see you soon.